أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عرض سلام دارم خدمت یکایک شما بیننده های عزیز برنامه عصر حریف السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و به یاد و ذکر الله نهایت مهربان باشید سپاسگزار هستم از همکار خوبی من که تا این لحظه با شما همراه بودن و برنامه را به خدمت شما ارائه کردن بیننده عزیز میمان ویژه‌ای در برنامه داریم با خود میمان عزیز داریم جناب استاد حمزه مومن حکیمی رئیس نهاد جوانان مسلمان افغانستان که جناب استاد در برنامه حضور پیدا کردن و فرصت برای ما و شما گذاشتن انشاءالله که با چند دقیقه که در اختیار داریم با جناب استاد بیشتر صحبت خواهد کردیم قبل از همه که سوال مطرح بکنم یا موضوع مطرح بکنم جناب استاد را خوش آمدید عرض میکنم در برنامه مقدم جناب استاد میشنم استاد خیلی خوش آمدید در برنامه خیلی ممنون تشکر بخیر باشین عرض سلام دارم با احترامات به شما و از طریق تلویزیون اسلام و ویننده و شهری محترم ولایت هرات سپاسگزارم تشکر جناب استاد بیننده عزیز قراره که همایش جوانان هرات برای صلح برگزار بشه و استاد هم تشریف آوردن میخوایم از جناب استاد جوی معلومات بشیم که چگونه همایشی است چگونه برنامه ریزی شده و چه وقت هست چه زمانی هست و مکانی در کجا هست میشه معلومات کلی برای ما جناب استاد ارائه بکنن همایش جوانان هرات برای صلح یک همایش هست که توسط جوانای هرات و به پیشا پیش همه جوانای هرات فعالترین نهاد مدنی جوانان در هرات و در کل افغانستان که نهاد جوانان مسلمان یا نجم است توسط نجم تسهیل شده و ای فراخان و ای همایش دعوت شده و ترتیب و تنظیم شده انشاءالله فردا ساعت 3 آغاز میشه این برنامه و به تالار خیام به سالون الگانس است این همایش به خاطر بلند کردن صدای صلح‌خواهی جوانان و به نمایندگی از ملت هرات جوانای هرات خواستند که یک همایش و برنامه‌ای را برای بندازند تا صدای صلح‌خواهی ملت هرات را بلند کنند و پیام صلح را تقدیم بکنند و پیام صلح را ملت هرات و ملت افغانستان را بسیج بکنند به خاطر امی صدای صلح بسیار نیک جناب استاد حالا شاید گروه های دیگه هم آماده باشن گفته باشن که ما ادعای صلح کردیم و صلح مطالبه کردیم میخوایم این بیان بکنیم شما که چه تفاوت های وجود داره و این جوانانی که فردا قرار حضور پیدا بکنن با چه انگیزه در این برنامه حضور خواهد داشتن اصل صحبتی است که ملت افغانستان از چندین دهه به این طرف متاسفانه در آتش جنگ میسوزه و ای آتش خانمانسوز بزرگترین متضرری از این ملت افغانستان است در حالی که جنگ تحمیل شده است جنگی که بیگانه ها و بیرونی ها بر ملت ما تحمیل کردن جنگ و هر جهت دنبال منافع خود است جهت هایی که مستقیم و غیر مستقیم در این جنگ دخیل هستن اونا منافع خود را میپالند این جنگ ولی متاسفانه یگانه جهتی که در این جنگ منفعت هیچ نداره و سراسر ضرر میبینه و قربانی می ته ملت افغانستان است در این اواخر امید به خاطر صلح و برگزاری صلح و قطع جنگ در افغانستان ایجاد شده بود نهاد جوانان مسلمان از این روند بر صلح و مذاکراتی که آغاز شده بود بین آمریکایی‌ها و مخالفین مسلحش استقبال کرد ولی متاسفانه قسمی که می‌بینیم و بسیار تاسف بار است که با یک توییت یا با یک نوشته رئیس جمهور آمریکا این پروسه صلح متوقف شد و طوری که معلوم میشد متاسفانه یک حالتی از مایوسی در بین ملت دیده میشد از خاطر توقف صلح نهاد جوانان مسلمان وجیبه خود دانست که در این میدان داخل شده و صدای صلح‌خواهی ملت افغانستان را بلند کنه و از ملت افغانستان و از جوانان افغانستان نمایندگی کنه در این میدان به خاطر که نهاد جوانان مسلمان به شهادت وزارت عدلیه و ریاست جمهوری افغانستان بزرگترین و فعالترین نهاد موجود جوانان در افغانستان است بلکه بزرگترین نهاد مدنی موجود و فعالترین نهاد مدنی موجود در افغانستان است که در بیشتر 31 ولایت افغانستان فعالیت دارد و ما ایر لازم دیدیم و رهبری نهاد جوانان مسلمان و ارکان نهاد جوانان مسلمان لازم دید که دایه صلح را بلند کنند و از جوانان افغانستان در این دایره نمایندگی کنند و پیام ما این است که اگر خارجی ها در افغانستان صلح می خواهند یا نمی خواهند
ملت افغانستان صلح میخواد در افغانستان. ملت افغانستان قطع جنگ را میخواد. ملت افغانستان متوقف شدن خونریزی افغان و مسلمان کشی را میخواد در افغانستان. چی او قتل و کشتار در داخل شهرها توسط انفجارا و حملات باشه، چی هم توسط بمباردها و عملیات شبانه باشه. متاسفانه روز قبل در ولسوالی مسقلی ولایت هلمند ما شاهد بودیم که برای یک محفل عروسی بمبارد شد و بیش از 40 تن هموطنای ما شهید شدن. اطفال بیگناه با دستا و پاهای پرخینه به خاطر خوشی رفته بودن در یک محفل عروسی، ولی دوجا بمبارد شدن و کشته شدن، بسیار بی‌رحمانه کشته شدن. ما خبر داریم که در سال گذشته، در ماه گذشته بیشتر از 2300 تن غیر ملکی به اساس راپورهای موثق بین جهات‌های بین‌المللی در افغانستان کشته شده و توسط هر دو طرف درگیر جنگ. و این تعداد کشتار و کشته‌ها نه در یمن است، نه در سوریه است، نه در هیچ کشور دیگه دنیا است. بیشترین قربانی را ملت افغانستان می‌دهد از این جنگ. از این خاطر وقت از او فرار رسیده که ملت افغانستان بسیج شود و صدای خود را به خاطر صلح‌خواهی بلند کنه و حق خود را از زندگی بطلبه. صلح حق ملت افغانستان است، قطع جنگ حق ملت افغانستان است و ما فکر میکنیم که ملت افغانستان بالای ما که اولاد از این ملت هستیم و شعار و خدمت واقعی به این ملت است، بالای ما این حق را داره که صلح اولویت خود قرار بدیم و صدای صلح‌خواهی را بلند کنیم و قوت عظیم از جوانای از این وطن را به خاطر صلح‌خواهی بسیج کنیم و اینا را برا بندازیم تا یک قوت را ایجاد بکنن که به تمام جهات ها فشار وارد بکنه و به میز مذاکرات بشینن، خارجی ها را از افغانستان جواب بدن و افغانا بین خود برادروار گرد یک دسترخوان جمع شوند، بالای یک میز جمع شوند و با هم صحبت بکنن و صحبت را و از طریق و جرامت را از طریق دیالوگ و صحبت به پیش ببرن، نه از طریق میل تفنگ. قابل و یا قابل یادآوری است که به تاریخ 12 سنبله در شهر کابل جرگه ملی و بزرگ نهاد جوانان مسلمان فرا خوانده بود از تمام ولایت افغانستان. حدود 600 نفر از جوانان افغانستان از کل ولایت جمع شده بودند تحت عنوان جرگه ملی جوانان برای صلح و آینده افغانستان. در این جرگه صحبت زیاد در مورد صلح شد. چند فیصله بسیار مهم صورت گرفت در این جرگه و برنامه. در این برنامه که در نوع خود تاریخی بود و برای بار اول بود، فیصله شد که صدای صلح‌خواهی بلند شود و محور و روند برای صلح‌خواهی در میان جوانان تأسیس شود و ایجاد شود و نهاد جوانان مسلمان، مسئولین مرکزیش و مسئولین ولایتیش همشان وعده کردند که نا حاضر هستند که تمام امکانات خود را، وقت خود را و صلاحیت‌ها و استعدادهای خود را در این مسیر به خدمت بگذارند تا این روند بر صلح در میان جوانان آغاز شود. همچنان نماینده‌های ولایت‌ها و نماینده‌های مسئولین ولایات نهاد جوانان مسلمان در برنامه وعده کردند که همین برنامه صلح‌خواهی، کنفرانس‌ها و همایش‌ها و جرگه‌های صلح را در تمام ولایات افغانستان در سرتاسر کشور دایر کنند. همایشی که فردا برگزار میشه به سلسله همو برنامه بزرگی که است که در کابل بوده و این آخرین برنامه نخواهد بود. ما مطمئن هستم که این برنامه در کل ولایت افغانستان برگزار میشه مثل این برنامه و در ولایت هرات هم اولین و آخرین برنامه نخواهد بود. بعضی برنامه های زیاد دیگه هم برگزار میشه، به ولسوالی ها دمانه ازی کشیده میشه. نجم الحمدلله در ولسوالی های ولایت هرات حضور داره و جوانای مخلص داره و این برنامه سلسلش ادامه پیدا میکنه و صدای صلح‌خواهی بلند میشه. کوشش ما این است که در این برنامه بر علاوه نجم جهات زیادی از جریان‌های جوانا را، نهادهای مدنی را، جهات‌های نهادهای دولتی را، ریش سفیدان و بزرگان را، احزاب سیاسی را، تمام کسایی که ضمیر زنده دارند و در مقابل ملت احساس مسئولیت میکنن، او را با خود در این محور و در این روند شریک کنیم تا صدای صلح‌خواهی همگیر شود و اجازه ندهیم که هیچ جهت به سرنوشت ملت افغانستان در قضیه صلح و جنگش فیصله کنه و منافع شخصی، منافع حزبی و منافع بیرون از کشور، جهتای بیرون از کشور را در قضیه صلح و جنگ افغانستان اونا پیگیری بکنن و بخواهی نور به دست بیارن. بسیار نیک جناب استاد، یک نکته اشاره کردیم، گفتیم باید چنین جوانان بسیج بشن و فشارها رو وارد بکنن. میشه که بیشتر واضح بسازیم چه فشارهای وارد خواهد شد به طرف این تا اینکه هموز خواسته که این جوانان دارن و اصولی که اینا میخواین اونو برآورده بشه و بالاخره نتیجه بده؟
ببینین، به خاطر ایجاد یک جریان مدنی بزرگ و فعال به خاطر صلح، قبل از خوب است که یک روشنی بندازیم سر چگونگی وضعیت جریان صلح و صلح‌سازی مذاکرات در افغانستان. در این جهت‌های مستقیم در جنگ افغانستان دخیل هستند، طالبا و مخالفین مسلح هستند، دولت افغانستان هستند، آمریکایی‌ها و متحدینش هستند و جهت‌هایی هستند که در سایه به شکل غیر مستقیم در این جنگ دخیل هستند، همسایه افغانستان هستند، قوتای منطقوی هستند، حتی بعضی از قوتای سیاسی هستند که در زیر سایه حکومت در داخل حکومت به شکل مستقل کیانه خود حفظ کردند. همه از اینا به شکل مستقیم و غیر مستقیم دخیل در جنگ هستند. آله هر جهت در قضیه صلح کوشش میکنه که صلح را از منظر و دیدگاه خود تعریف کنه و مرحله بعد از صلح را به اساس منافع خود تعریف کنه. یگانه صدایی که در این وسط خاموش است و شنیده نمیشه و بلند نمیشه، او صدای ملت افغانستان است که ملت افغانستان از صلح چی میخواه، ملت افغانستان به مرحله بعد از صلح به کدام نظر میبینه، افغانستان، مردم افغانستان، افغانا بعد از بیشتر از 30 سال جنگ و قربانی و خونریزی چی آرزوی دارن، چی تعریفی از صلح دارن. این متاسفانه گم است. ولی از این که خطرناکتر گپ دیگه ای که هست، ما فکر میکنم متاسفانه ای شاهد ازی هستیم که ملت در قضیه صلح توجیه میشن، ذهنیت سازی های منفی و گاهی هم قسما مثبت و منفی صورت میگیره. به این معنی که مثلا شما ببینید بعد از این قضیه توییت ترامپ و متوقف شدن سلسله مذاکرات طالب و امریکایی ها، جهت های داخلی هستند که با صلح به اساس منافع شخصی خود خیلی موافق نیستند یا حداقل در این مرحله صلح را نمیخواهند، اونا شروع کردن به تبلیغات به علیه صلح. یک تصویر وحشتناک از صلح را ایجاد کردن، تصویر وحشتناک که اگر صلح به یک دوره سیاه خطرناک چیز. در این حال بین ملت واقعا نمی ترس وجود داره که صلح کی میاد، بعد از صلح آیا چی رقم یک وضعیت سر از ملت حاکم میشه. آن در کل از این دادگیرها، در کل از این صحبت ها و تصورات و گپ ها، ملت افغانستان کجاست، جایگاه از این کجاست، این معلوم نیست. ضرورت به این هست که یک جریان واقعا ملی و برخواسته از متن ملت و جوانای افغانستان بخیزن در قضیه صلح صحبت خود را بکنن و به تمام جهات درگیر بگوین که صلح به معنای قطع جنگ در افغانستان است. صلح به معنای هزی است که دیگه ملت افغانستان کشته نشن، نه به این معنا که یک جهت تغییر بکنه و جنگ ادامه پیدا بکنه، یک جهت از دو طرف جنگ تغییر کنه و جنگ تحت هر نام دیگه ادامه پیدا بکنه، یا مداخلات بیرونی تحت هر نام دیگه ادامه پیدا بکنه، یا اشغال خارجی، وجود عسکر امریکایی و عسکر خارجی، عسکر ناتو در افغانستان به معنای اشغال است، این ادامه پیدا بکنه، مداخله های همسایه ها و کشورهای منطقه در افغانستان ادامه پیدا بکنه، این به معنای صلح نیست. بشه ملت افغانستان، ملت افغانستان خواست و گپ خود را داره. آره هر جهتی که بخواد در قضیه صلح بازی بکنه و در قضیه صلح به اساس منافع خود اعمال نفوذ بکنه، باید جلو ازی گرفته شوه و جلو وقت گرفته میشه که قضیه صلح بین مردم افغانستان به یک دیالوگ عام تبدیل شوه. جوان افغانستان در قضیه صلح با هم صحبت داشته باشند، با هم به تفاهم برسند، در مورد صلح معلومات صحیح و واقعی به دست بیارند، معلومات دقیق صحبت شوه، با ملت رسانده شود و در این وقت خواست ملت از اموتر مجامع، از اموتر نشست ها، از اموتر همایش هایی که در اوج نماینده های ملت اطیاف مختلف ملت جمع میشن، خواستای از اینا تبلور بکنه و بلند شوه و صدای قوی جور شوه و یک ملت با چشم و گوش باز در قضیه صلح دخیل شوه. باز وقت ما مطمئن باشیم که هیچ کسی نمیتونه بالای سرنوشت از این ملت بازی بکنه، این ملت را ملت را بخواد که در قضیه صلح به بیراهه بکشانه یا توجیه بکنه یا معلومات غلط به تمام ملت. بسیار نیک جناب استاد. نکته دیگه میخواستم جناب استاد اشاره بکنم که حالا این همایش شما دایر میکنیم، از بود دیگه هم یک نهاد مدنی معرفی کردیم که جوانان فعالترین اون بخش مدنی در افغانستان هستن. چقدر خوشبین هستیم که چنین حرکاتی و چنین برگزاری چنین همایشی نتیجه خواهد داد در افغانستان و در شرایط فعلی؟ من فکر میکنم که ملت ها به اندازه فهم خود از قضایا و درک خود از قضایا، حق خود را در زندگی از قضایا میگیرن. ملتی که غافل باشه، ملتی که خبر نباشه که در اطرافش چی میگذره، ملتی که خبر نباشه که اطراف زیدخل
در جنگی که در این ملت به داخلش می سوزه چه منافعی دارن، چگونه میتونه که ملتی که خبر از این خبر نباشه که چگونه میتونن دست بیرونی ها را قطع بکنن، اون ملت نمیتونه که حق خود را به معنای واقعی بگیره در این قضايا. از اون خاطر ما فکر میکنیم که اگر ما ملت بیدار داشته باشیم، ملت داشته باشیم که در این قضايا را بفهمه و درست توجیه شه و به اینا برسه، خصوصا نسل جوان یک ملت، نسل تحصیل کرده یک ملت که آینده از این ملت است، اونا در این قضايا دخیل باشن و بفهمن و درک بلند داشته باشن، این ملت میتونه که گپ به گفتن داشته باشه. من فکر میکنم که بزرگترین تغییری که بزرگترین قوتی که سبب ایجاد تغییر میشه قوت مدنی، رود پاور یا قوت مردمی است. اگر ما به پشت یک داعیه مردم را استاد کردیم و واقعا به صدای مردمی تبدیل کردیم این داعیه را، مطمئن باشیم که بزرگترین قوت پشت از او داعیه استاد است. او داعیه هیچ وقت ضایع نمیشه، او حق هیچ وقت ضایع نمیشه. ما فکر میکنیم که صلح و قطع جنگ حق ملت افغانستان است و اگر ملت به دنبال از این حق خود نباشه ضایع میشه این حق. ولی وقتی که ملت با آگاهی و با چشم و گوش باز با درک قضايا این حق خود را مطالبه بکنه و دو پشت از این استاد شوه و صدای خود را بلند بکنه، باز ما مطمئن هستیم که انشالله این حق را به دست میاره و ملت افغانستان انشالله دور نیست روزی که در صلح در آرامش زندگی کنه. بسیار نیک، سپاسگزارم هستم جناب استاد. سوال دیگه که میخوام مطرح بکنم است که حالا یه همایش در هرات برگزار میشه و همونطور که شما اشاره کردیم در ولایت دیگه هم چنین همایش های برگزار خواهد شد، چقدر متعهد هستیم و چقدر به او حرفی که همایش یا هدفی که همایش داره پشت حمایت هستیم که اگر یک بار نتیجه نداد بار تکرار بشه تا که شما به نتیجه برسیم؟ یعنی چقدر شما اطمینان بدیم برای جوانان که بله پشت همایش هایی که ما هستیم به حمایت از این به حمایت این دادخواهی که انجام میشه تا چی حد شما آمادگی داریم که این برنامه رو دایر بکنیم تا نتیجه برسیم، به نتیجه دست پیدا بکنیم؟ در قدم اول ما فکر میکنیم که کار کردن برای صلح در افغانستان جهاد است. به معنای کلمه جهاد است. قطع جنگ و خونریزی مسلمان در افغانستان، خونریزی مسلمان در افغانستان یک جهاد است، جهاد مقدس است، یک فریضه و یک واجب است. ما خو از منبر شما و از طریق تلویزیون شما اعلان میکنم که چیز بیشتر از 10,000 جوانی که در نهاد جوانان مسلمان در کل افغانستان فعال است، تا آخرین توان خود متعهد به داعیه صلح، داعیه صلح است. از شخص بنده که مسئول عمومی نجم هستم تا به کوچکترین همکار ما که در ولسوالی ها و قریه های افغانستان هستند، کل ما متعهد به داعیه صلح هستیم و تا آخرین توان خود، تا آخرین لحظه ای که در افغانستان یا ما زنده باشیم یا در افغانستان صلح بر قایم شود، ما آماده کار و قربانی هستیم به خاطر صلح. و از این هم مطمئن هستیم که ملت ما پشت ما استاد میشه در داعیه. ملت ما در شکل نهادهای مدنی، به شکل علما، به شکل عرفا، به شکل مجامع ادبی و فرهنگی، به شکل اتحادیه های صنفی، به شکل نهادهای خواهران، به تمام اشکالش، معلمین و استادان، محصلین، متعلمین، تمام اطیاف ملت، ما مطمئن هستیم در این دایره صلح پشت ما ایستاد میشن و از ما حمایت میکنن، بلکه از دایره صلح حمایت میکنن. ما نهاد جوانان مسلمان و جوانان نجم جز کسایی هستیم که فقط در این قضیه قدم گذاشتیم و پیش رفتیم و میخواهیم ادامه بتیم و قربانی بتیم در ایران و حاضر هستیم انشالله قربانی بتیم. آل ملت افغانستان به خاطر داعیه صلح انشالله پشت ما ایستاد میشه و ما را تقویه میکنه و ما را تایید میکنه. ما الحمدلله تا به امیال هم چند برنامه مختصری که داشتیم در کابل، برنامه بزرگ جرگه ملی که داشتیم، جهت‌های مختلف در اون برنامه شرکت کرده بودند و حمایت خود را از این طرح و از این روند ملی جوانان برای صلح ما اعلان کردند. نهادهای مدنی با ما به تماس هستند، احزاب سیاسی به تماس هستند، علما، متنفذین، بزرگان قومی، اتحادیه‌های صنفی، تعداد زیاد از نهادهای مدنی، بخش‌های جوانان احزاب سیاسی با ما در تماس هستند و از داعیه صلح حمایت میکنن. این به خاطر است که واقعا ملت ما بعد از گذشت بیشتر از 3 دهه جنگ خسته شدن. اگر کسی بگه که ملت بعد از گذشت 3 دهه جنگ خسته نشدن تا حال، و این ملت به قدر زودی از داعیه صلح هم خسته نمیشن. و ما متعهد هستیم انشالله تا وقتی که صلح در افغانستان قائم شد و ما
به این جهود خود و تلاش‌های خود ادامه بدیم. بسیار نیک. جناب استاد، یک از مواردی که شما اشاره کردین برگزاری همایشه. آیا این دادخواهی و این خواست که نهاد جوانان مسلمان افغانستان دارن به اشکال دیگه هم قراره که دایر بشه و دادخواهی بشه یا خیر؟ حالا نمونتن در رسانه ها، نمونتن تنها به همایش ها اکتفا نشه، دیگه نشست های با همینطور که شما اشاره کردین با احزاب، با صنف ها و طیف های دیگر جامعه. ببینین، به خاطر صلح‌خواهی ما هیچ وسیله مشروعی را ترک نمی کنیم. هر وسیله که قانونی باشه، چوکات قانون به ما اجازه باشه، وسیله را به کار مندازیم. ما جرگه برای انداختیم، ما همایش برای مندازیم، ما کنفرانس برای مندازیم، ما گرد همایی برای مندازیم، ما راه پیمایی میکنیم، ما کمپاین رسانه‌ای میکنیم، ما کنفرانس خبری دایر میکنیم، ما ملاقات های فردی میکنیم، ما جهت های مختلف را جمع میکنیم تا بتانیم در قضیه صلح یک نوع تفاهم ملی بین اطیاف مختلف ملت ایجاد کنیم. جهت هایی که از هم دور هستند در قضیه صلح، اونا رو با هم نزدیک کنیم. ما بتانیم یک پلتفرم، یک بستر باشیم، به خاطر یک میز باشیم، به خاطر جمع شدن جهت های مختلف افغانا. نهاد جوانان مسلمان تجربه طویل 8 ساله کار کردن به خاطر از بین بردن عوامل جنگ داره. نهاد جوانان مسلمان یا نجم در طول 8 سال گذشته به خاطر ترویج فرهنگ همدیگر پذیری، ترویج فرهنگ دایلاگ و صحبت و همدیگر پذیری و پذیرش اختلاف در قضایا کار کرده. دایی نجم امی بوده که باید با وجود اختلاف همدیگر را بپذیریم، با وجود اختلاف در نقاطی که با هم مختلف هستیم، در نقاطی که با هم مشترک هستیم، متوافق داریم، همکاری بکنیم تحت عنوان تعاون علی البر و التقوی ولا تعاون علی الاسم و العدوان. ما 8 سال کار کردیم، 8 سال مبارزه کردیم، دعوت خود را به صدها هزار جوان افغانستان رساندیم و این دایره را تقویه کردیم. ما فرهنگ همدیگر پذیری را در افغانستان عام ساختیم و ترویج کردیم. آل وقت ازی است که افغانا یک بار دیگر در یک بستر، در یک دسترخانه، در یک سفره گرد هم جمع شوند، جهت های مختلف گرد هم جمع شوند، تقارب نظر صورت بگیره، تفاهمات صورت بگیره، با هم نزدیک شوند اطیاف مختلف از این ملت و یک صف واحد تشکیل بدن تا حق خود را در زندگی که اولینش صلح است او را بخواین. بسیار نیک جناب استاد. یک قسمتی که جوانانی هست که در نهاد نجم هستند جناب استاد، و قسمتی از جوانانی هستند که هنوز از این نهاد آگاهی ندارن یا معلومات کامل ندارن و بیننده برنامه ملی لحظه هستند، به او جوانان، به او افرادی که این لحظه بیننده هستند چه گفتنی دارین شما؟ ما به جوانای عزیزی که بیننده از این برنامه هستند پیام ای است که دایی صلح دایه حزبی نیست، دایه مربوط یک نهاد نیست، دایه مربوط یک شخص نیست. این حق یک ملت است، یک ملتی که بیشتر از 30 دهه قربانی داده و در خون تپیده. من این جوانان را میگم که در قضیه صلح بی‌طرف نباشین. در قضیه صلح بی‌طرف بودن طرف جنگ گرفتن است. در قضیه صلح بیاین از دایه صلح حمایت بکنین، صدای صلح را بلند بکنین و تمام وجهات هایی که به خاطر جنگ صدا بلند میکنن و نمیخواین که صلح در افغانستان برقرار شود، بر اونا فشار وارد کنیم، حداقل صدای خود را بلند کنیم و در قضیه صلح به طرف نباشیم. بیایم دست به دست هم بتیم، ما میتونیم در یک افغانستان آزاد و آباد و بدون جنگ زندگی کنیم. بسیار نیک، سپاسگزار هستم جناب استاد. ما میخوایم که یک بار دیگر اگر اشاره داشته باشیم برای برگزاری همایش، و آیا بعد از این همایش در ولایت دیگه هم زمان همایش برگزاری چنین همایشی تعیین شده یا خیر؟ یک نکته هم حتما بیننده ما دارن به ذهن شاید باشه چنین چیزی، که آیا برگزاری این همایش ها اگر جلوتر یا مدت قبل برگزار میشد بهتر نبود و حالا نهاد نجم آمده دست به کار شده، حالا دیر نخواهد بود؟ دو چیزی که شما صحبت کردین، یکی در سوال دوم شما شروع میکنم. نهاد نجم از حال شروع نکرده. ما بیاد دارم به سال 2011 و 2012، 6 سال قبل، 7 سال قبل، نجم نام صلح بلند کرد، صدای صلح بلند کرد، همایش های با خطر صلح در شرایط گرفت که در اوجه کس جرأت نمیکرد که نام صلح را بگیره و اونا متهم می شدن، کسایی که نام صلح را می گرفتن از کل جهت ها متهم می شدن. نجم در مت یک فضا و در یک شرایط نام صلح را بلند کرد و صدای صلح خواهی را بلند کرد و این افتخار است و تمام جهت هایی که در قضیه صلح در افغانستان دخیل هستند این را می فهمند که نجم جهتی هست که در از اولین روز تأسیس خود از 19 هوت سال 1390 به این طرف صدای صلح را بلند کرده و قطع جنگ را خواسته.
اولین نهاد مدنی که اصطلاح تفاهم و مذاکرات بین الافغانی را ذکر کرده و گرفته نهاد جوانان مسلمان است و برنامه‌های مختلف گرفته. حال یک بار دیگر ضرورت به این است که ما با قوت بیشتر داخل میدان شویم و جوانای دیگر هم بسیج کنیم. به خاطر از این کار ما یک صف واحد و بزرگ به خاطر صلح تشکیل کنیم که بتانیم قوت لازم را به خاطر آوردن صلح در افغانستان ایجاد بکنیم. ما آغاز کوشش‌های ما به صلح این است، بلکه آغاز ایجاد یک روند ملی جوانان به صلح است. در مورد برنامه، این برنامه که فردا در هرات است، خب انشاءالله در تالار خیام سبا ساعت 3 بجه شروع میشه تا ساعت 5 و نیم انشاءالله ادامه خواهد داشت و برنامه های مماثلی از این به فاصله در ولایات اعلان میشه، در ولایات مختلف، در تمام ولایات افغانستان بدون استثنا، در تمام ولایات افغانستان انشاءالله برنامه های برای صلح و صلح‌خواهی دایر خواهد شد. انشاءالله وقتاً فراختاً ما معلومات خود را از طریق رسانه ها، از طریق رسانه های اجتماعی، تلویزیون ها و روزنامه ها به ملت و به جوانای ملت میرسانیم و تا آنها با ما در این دایره صلح شریک شوند و این صدا را تقویت کنیم انشاءالله. سپاسگزارم از مسیری که در برنامه حضور پیدا کردیم جناب استاد. آخرین صحبت شما و آخرین پیام شما میگیریم. آخرین پیام می است که وقت از این رسیده که ملت افغانستان به حق طبیعی خود مثل تمام ملت های دنیا برسه. ملت افغانستان حق داره که در صلح و در آزادی، در استقلال، در حق کامل خود ارادیت زندگی بکنه و جنگ بزرگترین مانع استقلال افغانستان است. کشور تا وقت مستقل شده نمیتونه که در او کشور امنیت نباشه. انشاءالله که افغانستان، ما امیدوار استیم به این حق خود میرسه و او روز دور نیست که ملت افغانستان در صلح و در آزادی و در آبادی زندگی بکنن، در استقلال زندگی بکنن، یک ملت مرفه، یک ملت آرام، یک ملت با اقتصاد قوی باشه، یک ملت آری و پاک از فقر باشه، از امراض باشه، از بیاری، از بیسوادی باشه، پاک از فساد باشه و یک ملت سربلند، قسمی که قبلا بودیم در دنیا سربلند زندگی میکردیم، امروز هم یک ملت سربلند و با افتخار باشیم. ولی به خاطر برست آوردن از این آرزو از جوانای افغانستان تحرک میخواهیم و ضرورت به این است که جوانای افغانستان به میدان بیایند و صدای خود را بلند کنند. ملتای خاموش، ملتایی که یا خودشان خاموش هستند یا نمایندگی خود را به دست کسایی میتن که اونا به معنای واقعی از اون ملت‌ها نمایندگی نمی‌کنن، اون ملت‌ها محال است که به حق خود در زندگی برسن. سپاس، تشکر جناب استاد. بخیر باشین، تشکر از شما. بین عزیز، صحبت‌های داشتیم با جناب استاد حمزه مومن حکیمی، رئیس نهاد جوانان مسلمان افغانستان، که از فرصت استفاده کردیم و صحبت‌های را شنیدیم. یک میان برنامه کوتاه می‌گیریم، بعد از میان برنامه با خدمت شما هستیم در ادامه برنامه.